نشست دیگری در دوحه در راه است. خط سرخ زنان افغان کجاست؟ و در بخش دوم فشار بر خانواده فعالان مبارزه با حجاب اجباری چرا بیشتر شده؟ سلام بر شما، خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. دولت افغانستان فهرست نام 250 نفر از جمله 40 زن را اعلام کرده و گفته اینها تمام بخش‌های جامعه افغانستان را برای مذاکرات صلح نمایندگی می‌کنند. پاسخ طالبان این بود که ما تنها 25 نفریم و مجلس عروسی نیست که این عده را دعوت کرده اید. تنها چند ساعت پیش از زمان تعیین شده برای پرواز تا زمان ضبط این برنامه، سفر هیئت دولتی افغانستان به مذاکرات صلح برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاد. پیشتر گروه‌های دیگری هم به ترکیب و شمار این هیئت انتقاداتی کرده بودند. زنان به ویژه نگران هر نوع مذاکرات صلحی هستند که از حق و حقوق آنها به بهانه صلح گذر کند. به نظر می رسد که بسیاری از فعالان حقوق زنان اعتماد چندانی به گفتگوهای پشت پرده ندارند. این بی‌اعتمادی و اختلاف جایی بیرون زد که شریل بنارد، همسر زلمه خلیلزاد، از زنان افغان انتقاد کرد که به جای اینکه بخواهند آمریکا بماند و حقوقشان را تضمین کند، خودشان باید برای حقوقشان بجنگد. حرفی که برای بسیاری از زنان فعال افغان گران آمد، زنانی که میگویند خطوط سرخی دارند که از آنها عدول نمی کنند. این خطوط سرخ کجاست و به چه قیمتی از آن حراست می شود؟ در برنامه امروز 4 میهمان دعوت کرده ایم. مسعود کروخی، عضو کمیسیون امور زنان در مجلس نمایندگان افغانستان از کابل، باز هم از کابل، حسیبه ابراهیمی، مدل و هنرپیشه سینما، سابرینا صابق، نماینده پیشین پارلمان افغانستان از تورنتو، و اینجا در استودیو فهیمه زهین، رئیس بنیاد پیوند در لندن. خوش آمد میگم به هر 4 نفر شما. حدس میزنم که تقریبا همه شما کسانی هستید که به نوعی مذاکرات رو دنبال میکنید و به نوعی هم نگران هستین. خانم کروخی، از شما میپرسم، شما به هر حال تجربه زیادی دارید در زمینه سیاست در افغانستان و این مذاکرات، نگرانی عمده شما کجاست؟ ما نگرانی عمده ما از این هسته که چون در شرایط فعلی افغانستان وضعیت خیلی نابسامان است، بی امنی، بی ثباتی، فساد، نبود قانون، بیکاری، فقر، جرم و جنایت، بالکل مردم به ستو آمدم، از این وضعیت دیگه سیر شدم. بنابراین تشویش و نگرانی ما از این است که مبادا گام هایی که در راستای پروسه صلح به رهبری ایالات متحده آمریکا برداشته شده به علت نداشتن برنامه ها و پالیسی های دقیق و منظم شده حکومت ما در قبال صلح، خدای نخواسته این پروسه صلح به موانع مواجه شه و جامعه جهانی هم دلسرد شه و خود ما به حال ما رها کنه، با یک عالم مصیبت و بدبختی ما در همین کشور جغرافیای افغانستان بمانیم. بیشتر تشویش و نگرانی ما از این موارد است، نی از این که ما زنا امروز در جایگاهی هستیم که ما میتونیم به تنهایی بدون از این که دیگه کشورها یا جامعه جهانی دست ما رو بگیره، خود ما میتونیم زیر سایه صلح به مو حق حقوق مسلم شهروندی خو، حق اساسی خو، حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خو ما دسترسی پیدا کنیم. و در سایه صلح وقتی که ما متکی به خود شیم، عواید و تولید در کشور خود ما بشه، مطمئنا ما میتونیم زنا به جایگاهی برسیم که در همه مسائل مثلا برابری های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تنها از منظر حقوقی نگاه نکنیم، بله، از منظر حقیقی نگاه کنیم. بنابراین ما میتونیم با یک جنبش و نهضت خودجوش زنانه استاده شیم و در سایه صلح بدون از اینکه دیگران به ما چیزی دیکته کنن خود ما استاد شیم و ما حق حقوقی که داریم و که حق مسلم ما هست ما به دست بیاریم. بنابراین تشویش و نگرانی بنابراین من امیدوارم درست فهمیده باشم، نگرانی شما بیشتر این هست که مذاکرات صلح به خاطر بی‌تدبیری که شما میگید حکومت داره انجام میده به نتیجه نرسه، به نگران این نیستید که حق زنان در این مذاکرات فعلا داره از بین میره؟
بله بله، برای از اینکه وضعیت افغانستان خصوصا زن افغانستان، زن افغان چهار تا زن نیست که در مرکز یا در مقام و مناصب بلند حکومتی ایفای وظیفه میکنم. زن افغان او کسی که از هر شب فرزند جنازه فرزند از او به دروازه خانه میبرم که نان برای خوردن نداره، از فقر و تنگ دستی. امروز ده ها هزار زن مهاجر داخلی که از خشکسالی از ناامنی زیر خیمه ها در سرمای زمستان در گرمای تابستان هیچ کس از اون خبر نداره، طفل 3-4 ساله خود به فروش میرسونه. میلیون ها دختری که در مناطق ناامن امروز از نعمت سواد و ضروریات اولی انسانی محروم هستم. چون من خودم یک نماینده مردم هستم، بیشتر صدای اون مردمی هستم که امروز فراموش شده. متشکرم خانم کروخی. امروز بله، اجازه بدیم پس نظر بقیه رو هم بشنویم. خانم ثاقب، شما هم نماینده پارلمان افغانستان بودید، آیا شما همین نگرانی هاتون با خانم کروخی مشترک هست یا شما جور دیگری میبینید داستان رو؟ من کاملا با دیدگاه ایشان موافق هستم و تنها ما از حقوق سیاسی و مدنی زنان افغان و از دست رفتن اونها نگران نیستیم، بلکه حقوق اساسی و بنیادی زنان، همشور که در دوره سیاه طالبان زنان از حق تحصیل و کار و بودن در اجتماع محروم شده بودند، در کنار او مورد خشونت های بسیار زیاد قرار می گرفتن و در ملای عام حتی کتک خوردن، کشته شدن. و به نظر ما زنان کتله وسیعی از قربانیان جنگ هستند، نه تنها خودشان مستقیما مورد خشونت واقع شدند و حقوقشان از بین رفته، بلکه به واسطه ظلم ها و مشکلاتی که بر تمام خانواده آمده و بر اجتماع آمده یک بار دیگه هم قربانی شدند. خانم ثاقب، بنابراین به نظر شما این خطوط سرخی که الان ازش فعالان زن افغان صحبت میکنن، غیر از اونها برخی از مردانی که نماینده مذاکرات صلح هم هستن میگن مسئله زنان خط سرخ هست، این خط سرخ کجا کشیده میشه؟ وقتی خانم کروخی میگن که ما نگرانی عمدمون اینه که صلح فدا بشه به خاطر بی تدبیری، مسئله این هستش که الان به نظر میاد دست کم برداشتم از صحبتهای شما اینه هستش که بیشتر نگران این هستید که این مذاکرات به نتیجه نرسه تا اینکه حق زنان فدا بشه این وسط، اینطور هست؟ خب طبیعتاً که با به نتیجه نرسیدن صلح و یا حتی نگرانی ما ایست، به نظر من بیشتر از اینکه به نتیجه نرسیدن باشه، چون ما فعلا هم مشکلات داریم و صلحی موجود نیست، اما باور من این هست که نگرانی بیشتر ما با نتیجه گرفتن صلح هست. ما نمیخواهیم در قبال به دست آوردن صلح قربانی بزرگی بتیم، او قربانی چی از زنان افغانستان باشد، چی از جوانان و تحصیل کرده ها و دانشجوهای افغانستان باشد و چی از کل جامعه افغانستان باشد، از قانون اساسی افغانستان باشد. اینها همه‌اش به نظر من خطوط سرخ است و آمدن صلح نباید لزوماً به معنای از دست رفتن و پایمال شدن حق و حقوق شهروندان افغانستان و یا با وجود آمدن محدودیت ها در زندگیشان باشد. بسیار خوب، ما حالا راجع به اینها بیشتر صحبت می‌کنیم، برای اینکه به نظر من میاد شما گفتید در آغاز که با صحبت‌های خانم کروخی کاملا موافقید، ولی من برداشتم این هستش که صحبت شما با صحبت ایشون متفاوت هست. حالا با هم با صحبت می‌کنیم. اجازه بدید من از خانم ابراهیمی سوال بکنم. خانم ابراهیمی، شما در داخل جامعه افغانستان دارید کاری رو می‌کنید که در دوره طالبان متصور نبود، اینکه زنی بتونه هنرپیشه باشه و مدل باشه، زنان حتی نمی‌تونن درس بخونن، توی از خونه نمی‌تونن خارج بشن بدون اینکه یک محرم با اونها باشه. نگرانی شما چیه؟ خط سرخ شما کجاست؟ به نام خدا، من با خانم ثاقب موافق هستم و ای که متاسفانه ما در جامعه، یعنی در شرایطی که در زمانی که طالبان در افغانستان حضور داشتن من نبودم و زمانی که در مزار حمله کردن ما متاسفانه مهاجر شدیم سمت پاکستان و از اونجا به ایران و به گفته های مادرم که چه شرایط سختی برای زنان درست کرده بودن طالبان که بدون نامحرم حالا از خانه بیرون نمیتونستن شون و حالا چه بلای سر خانم هایی که اگر یک ذره پایشان معلوم میشد یا که حجاب درست نداشتن خمچین میخوردن همچین گپا. وقتی به این چیزا فکر میکنم اصلا تصور از این که طالبان دوباره در رأس حکومت قرار بگیرن مرا بیخی پریشان میکنه.
خانم زهین، شما چطور؟ شما خارج از ایران، خارج از افغانستان زندگی میکنید. من نمیدونم که آیا در دوره طالبان، در دوره که طالبان اونجا حکومت میکردن، در داخل افغانستان بودین یا نه. شما از تجربتون به ما بگید و از نگرانیتون در مورد مذاکرات صلح. تشکر. اولتر از همه من میخوایم که برای زنایی که فعلا در افغانستان زندگی میکنن واقعا بگویم که اینا شجاع‌ترین زنایی هستند که در روی زمین زندگی میکنن، به خاطر که ما که بیرون شدیم ولی اینا هنوز هم با ناملایمات دست و پنجه نرم میکنن. دومی که درست است که من در وقت طالبان نبودم و یکی از چیزایی که من معمولا میبینم ایستا که وقتی راجع به زنا بحث میشه در مطبوعات، تنها تاریخ برمیگرده به دوره طالبا. هیچ کس اصلا پیشروی یا قبل از طالبا را در نظر نمیگیره. شما باید ایرم و شما باید متوجه باشیم که استثمار زن وقت واقعا شروع شد وقتی که جهادی آمدن. وقتی که حکومت دکتر نجیب سقوط کرد و جهادی آمدن، اولین مصیبت وقتی شروع شد بر زنا که امی جهادی هایی که امروز بر سر قدرت هستن، اینا بر اولین مرتبه زنها را در خانه نشانیدن، زنها را از همه چیز مستثنا ساختن، زنها را به طور گروهی تحت تجاوز قرار دادن، کشتن. وقت طالبا آمدن اونا به شکل دیگه زنها را استثمار کردن، اونا را زنده به گور ساختن یا به اصطلاح زندانی ساختن در کنج خانهایشان، ولی به طور مقابل ملاحظه تجاوز به زن و قتل زن تقلیل یافت در او دوره. ولی هر دویشان دو رخ یک سکه هستند و امروز زنا در پشت میز با همی دو گروه باید بشینن. این بر ما خط سرخ ما مثل ازیست که گله گروه ها بیاین و بگوین ما براها را چه قسم نجات بتیم. هر دو سال هوا جالبی کردید، ولی الان بسیاری از کسانی که در این مذاکرات بودن، خبرنگاران، گروه‌های مختلف میگن به نظر میاد طالبان کمی یا دست کم اون چیزی که ظاهر این گروهی هست که میان و مذاکره میکنن فرق کردن، نگاهشون به زنان فرق کرده. اینا کسانی هستن که الان به هر حال در یک اتاق با زنانی میشینن که زنانی هستن که چهره‌های سیاسی برجسته هستن در افغانستان، چهره‌های فعال مدنی هستن در افغانستان، در مسکو دیدیم نشستن و صحبت کردن. بنابراین و نقد شده از بعضی از این اعضای این گروه طالبان که میگن که الان ما اون طالبان سابق نیستیم، میفهمیم که شرایط افغانستان در 20 سال گذشته تغییر کرده، زن افغان تغییر کرده. آیا شما این رو میپذیرید از اونها؟ ببینین در 40 سال گذشته به خاطر جنگ تمام زیربناهای حقوقی، انسانی و فرهنگی ما فاسد شد متاسفانه. ای طالبایی که امروز دیروز در روسیه و فردا در دوحه نشست دارن، اینا در هتل‌ها و در اتاق‌های بسیار مجلل آمدن و زیر شعای زیر لایت‌های کامرا و در حضور امریکا و در حضور غرب این حرفایی که میزنن. طالبای اصلی بر ما کسایی هستن که امروز در افغانستان مدرسه ها را با آتش میکشن و زنا را زنده میسوزانن، به خاطر از این که یک زن که حتی حامله هم است خانم یک نظامی بوده. بر ما او طالبا مهم است. اینایی که آمدن و به اصطلاح سمبولیکلی اینا حرف میزنن و وعده های دروغین میتن، بر ما اینا طالبان نیستن. خانم کرخی، نظر شما در مورد حرفای خانم زهین چی؟ این نگرانی عمده ایه، خیلی ها این رو مطرح میکنن. اینهایی که میان دارن مذاکره میکنن واقعا چقدر اون بشره واقعی طالبان هستن؟ چقدر میشه به حرفایی که حالا توی این اتاقها در اتاقهای صلح زده میشه اطمینان داشت؟ شما ببینیم ما با گفتهای دوستان موافق هستم. ما 14 که در حدود 40 سال میشه ما زنا قربانی میدیم. امروز ما یک در مقطع زمانی حساس قرار داریم که وضعیت کشور ما در مجموع زن مرد ما در آتش جنگ و ناامنی و مصیبت و بدبختی میسوزیم.
وقتی که 53% مردم حاضر خط فقر باشه، وقتی که اکثریت مناطق ما زیر سلطه حکومت نباشه، از هیچ گونه ارائه خدماتی که حکومت مسئولیت دارد در قبال قانون اساسی نسبت به مردم هیچ خبری نیست. وقتی که دوستای ما میگم خط قرمز ما قانون اساسی هسته، آیا همو بخش تعهد دولت در قبال شهروندا کدوم ماده ای از قانون در بخش ارائه خدمات حکومت در مقابل مردم اجراات صورت گرفته؟ اگر خط قرمز ما قانون اساسی است، حکومت وحدت ملی در کجای قانون اساسی ما جایگاه داره؟ اگر خط قرمز ما قانون اساسی هست، یک وزیری که رای عدم اعتماد از پارلمان میبره 4 سال ادامه کار از او به حکم رئیس جمهور کجای قانون است؟ در کجای قانون اساسی؟ خانم کروخی، اینهایی که شما میگید انتقاداتی هست که به سیاست های ارگ میشه، انتقاداتی هست که همیشه بوده. نه، منظور ما هسته شما ببینیم، وقتی که خط قرمز ما قانون اساسی است، در بخش اتباع و شهروندا یک فصل داره ماده قانون اساسی کجا به حقوق حقه زنان رسیدگی کرده، کجا همو ارائه خدمات؟ پس هر لحظه خط قرمز ما شکسته شده. بنان امروز زنی که از همه چیز معلوم است، امروز فرزند از او پسر 13-14 سالی و برای تامین معاشیت از او کمر بسته میکنه، میره به کشورهای همسایه کار شاقه میکنه، یک لقمه نان بخور و نمیره به مادر خو یا به خانواده خو میاره و از او سرم معتاد برمیگرده. آیا جایگاه زن افغان در قانون اساسی همین چیز تدوین شده؟ بنان تشویش و نگرانی ما از این است که مردم افغانستان، چه زن چه مرد، چه پیر چه جوان، ما هر چی زودتر میخواهیم که صلح بیایه. وقتی که صلح و امنیت آمد، خود به خود مردم افغانستان متوجه به خود خو میشم، سر و پای خود خو میستم. ما زیربناها و منابعی داریم، اونا به کار میندازیم. از ایدیاجی و وابستگی بیگانه ها رهانده میشیم. متوجه خانم کروخی، بنابراین بذارید بحث رو خیلی روشنتر پیش ببریم. بحث شما این هست اول صلح، بعد بریم بشینیم ببینیم در مورد وضع زنان میخوایم چه بکنیم. ها؟ بله بله، ما بدون زور کاری کرده نمیتونیم. امروز میلیون ها زن به نام ناامنی محروم از تمام حقوق اولی شهروندی و بشری خو هستن. ما بدون صلح هیچ کاری کرده نمیتونیم. ما اول صلح ماییم، در پرتو صلح ما میتونیم به تمام اهداف و ارمان بزرگ خو که حق بشری ما هسته برسیم. بدون صلح وضعیت همین طور است که دیگرها با ما سرنوشت تعیین میکنن. خانم ابراهیمی، آیا شما اعتماد دارید که اول صلح برقرار بشه؟ شما به عنوان کسی که به هر حال دارید تو جامعه افغانستان از طریق هنرپیشگی زندگی میکنید، شناخته شده هستید، دارید این کار انجام میدید، فکر میکنید اگر صلح برقرار بشه طالبان بیان بخشی از به هر حال در این مذاکرات صلح به این نتیجه برسن که طالبان باید بیان درگیر بشن، در بخشی از قدرت افغانستان در دست اونها قرار بگیره، حالا نه تمام و کمال بخشش، شما احساس امنیت میکنید که بعد در مورد حقوق شما تصمیم گرفته بشه؟ ما همین حالایش هم وقتی میخواییم که در ولایت ها سفر کنیم میفهمیم، مثل ولایت بامیان وقتی که از راهش میخوایی تیر شوی میفهمی که در این مسیر طالبان هست، تا که در خود بامیان میرسی یعنی فکر میکنی آل کدام وقت میرسه که این آل طالبان حمله میکنه، این آل طالبان حمله میکنه، در ما چی برسه که طالبان در رأس قدرت بیایه؟ ما میفهمیم همه ما که چه بلایی طالبان سر همه مردم آورده و چه وحشتی بر مردم انگیخته. چطور میتونیم خانم ابراهیم، من میخوام شما این مقدار بازتر اینو توضیح بدین. شما وقتی میگید همین الان هم ما میترسیم وقتی که بخوایم به مثلا بعضی ولایات بریم، این ترس در یک جایی هست که شما درش زندگی نمیکنید. اگر این ترس بیاد در کابل، بیاد در ارگ، شما چه حسی دارید؟ ای که در ولایت هست ما این رقم میترسیم، اگر که در بغل گوش ما بیایه که بیخی دیگه نخواد از خانه برایم بیرون ما. صحیح. خانم ساقب، به نظر میرسه که این یه ترس واقعی هست. بسیاری از زنان، دختران، جوان افغان میترسند از این که اول این صلح برقرار بشه،
طالبان اونقدر در قدرت بیان که دیگه اینها نتونن اون حقی که راجبش صحبت میشه در قانون اساسی افغانستان گفته میشه تعیین شده رو بگیرن. شما چقدر فکر میکنید که امکان پذیر هست که مذاکرات صلح به نتیجه برسه اول، بعد بیان بشینیم در مورد حقوق زنان افغانستان صحبت بکنیم بدون اینکه پیش شرط صلح این باشه که حقوق زنان افغان حفظ بشه؟ دور از واقعیت میبینم قضیه را. گروه طالبان یک گروه جنگجوی متخاصم بودند که از ابتدای حکومتشان تا انتهای حکومتشان به خاطر سیاست‌ها و برنامه‌های غلطشان، خشونت‌هایی که در مورد مرد و زن افغانستان به خرج دادن، مورد انتقاد بودند و به همین دلیل هم از افغانستان بیرون رانده شدند. بنابراین اگر قرار است دوباره برگردند، باید با پذیرش واقعیت‌های جامعه افغانی و حضور برابر زن و مرد در این ما هدف ما تنها زنان نیست، من فکر میکنم مردان زیادی هم هستند. اصلا اجتماع افغانستان کابوس برگشت طالبان برش یک کابوس بسیار بد هست. بذارید من اینجا حرفتون رو قطع کنم خانم ثاقب. خانم کروخی حرف جالبی میزنن، میگن که اجتماع افغانستان اجتماع کابل نیست، اون شهرستان ها روستاهای دورافتاده ای هم هست که وضعیت زندگی نامساعدی دارن، امنیت ندارن همین حالا هم، و اونها براشون اولویت این نیست که مثلا زن افغان بتونه حتی تحصیل بکنه، بی‌تعارف باید گفت، برای بسیاری از اونها حتی این اولویت نیست. به اونها جوابتون چی هست؟ من فکر میکنم یک نگرانی بر حق است. همین امروز هم اگر شما میبینین جنگ تشدید یافته، ما نمونه های بسیار کوچک یک حمله انتحاری یا دو حمله انتحاری را در کابل میبینیم. بیشتر این ناامنی ها و این مشکلات در ولایات افغانستان است، در جایی که دولت کنترل نداره بالای اوضاع امنیتی، در جایی که امکانات برای کمک به اون مردم موجود نیست. پس فعلا هم اون مردم قربانی هستند و نگرانی هست که اگر صلحی میآید، این زنان و به اصطلاح قشر تحصیل کرده افغانستان که صدای همو زنا هستند، که برای احقاق حقوق همو زنا مبارزه میکنن، برای داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن در افغانستان زحمت کشیدن در 18 سال گذشته، صدای اینا هم خاموش شوه و ما خدای نکرده دوباره تجربه تلخ و سیاه دوران طالبان را به شکل دیگرش ببینیم. و نشه که مثل همیشه یک بار دیگه اولین چیزی که مورد معامله قرار میگیره، اولین چیزی که فراموش خواهد شد، حقوق برحق زنان افغانستان باشه. من فکر میکنم این هر دو نگرانی از یک جنس نگرانی است. همه ما نگران زنان افغانستان هستیم. دید خانم کروخیل به نیامدن صلح است که اگر صلح نیاید زنان بیشتر قربانی میشن. و با ایشان از این جنبه موافق هستم. اما نگرانی من است که خب ما فعلا هم صلح نداریم و این قربانی ها متاسفانه هر روز اتفاق میفته. اگر صلح میآید، نباید دوباره به بهای قربانی شدن مجدد ما صورت بگیره. حالا ای که ما میگم منظور افغانها هستن، شهروندان افغانستان هستن، و نمیخوایم در این بین تنها زنان را مجزا بسازم، چون مردان بسیار زیادی هم مورد ظلم قرار گرفتن در دوران طالب و حقوق اونها هم مورد تعدی قرار گرفتن. خانم زهین، این بحث که به هر حال کی باید این حقوق زنان رو در افغانستان تأمین بکنه بحث دیرینی هست. همین اواخر خانم شری برنارد که همسر آقای خلیل‌زاد هست مطلبی نوشت که واقعا در میان زنان فعال افغانستان واکنش خیلی تندی داشت. اینکه او گفت که آمریکا نمیتونه بمونه اینجا حقوق شما رو تضمین بکنه، خودتون باید حقوق خودتون رو تضمین بکنه. شما کسی هستید که از خارج افغانستان دارید فعالیت میکنید، از لندن، فکر میکنید که واقعا تا چه حد زنان افغان در داخل این توان رو دارند که به تنهایی حقوق خودشون رو در این شرایطی که به هر حال الان افغانستان درش هست بتونن اعاده بکنن، لازم دارن که کسی از بیرون بهشون کمک بکنه یا نه؟ ببینید، زنا در طول جریان جنگ واقعا دانششان، تواناییشان با مردان مساوی است، ولی زنا کسایی هستند که قربانی زیادتر در طول 40 سال دادن، مخصوصا در دوره طالبا، در دوره قبل از او. ما دیوارهای شیشه‌ای زیاد داریم نسبت به مردا وقتی سر ما به او میخورن، دیوارهایی که نامرئی هستند. حتی خارج به این دیوارهای نامرئی صحبت کنید، چون شما بحث رو به جای جالبی بردید، گفتید که بحث ما زمان طالبان نیست، 20 سال قبل از اون هم میرسه به دوره مجاهدین.
اما حتی قبل از اون. پس فکر میکنید که این یک بحث فرهنگی اجتماعی هست بیش از اون که فقط سیاسی امنیتی باشه، اینطوره؟ بله شما درست میگین. به خاطر از این که بیاین که این را در نظر بگیریم، تنها همی یک میز مذاکره صلح که در دوحا یا در روسیه است در نظر نگیریم. ما در یک محیط زندگی میکنیم که 40 سال جنگ کاملا ما را بیچاره ساخته، تمام اموتا که پیشتر گفتم ساختارهای فرنگی ما را کاملا فاسد ساخته. در اوجا زن به یک موجود تبدیل شد که بعضی وقت بنابر ضرورت و بعضی وقت بنابر خشونت باید در خانه بشینه و فعالیت نکنه، ولی این به این معنا نیست که زن تواناییش نداره. اما وقتی خارج میشه از خانه هنوز هم او ذهنیت وجود نداره که به زن من حیث یک موجود مساوی در جامعه دیده شوه. حالا وقتی که خانم خلیلزاد میگن که نباید امریکایی‌ها بیاین و از اینا دفاع کنن، ما از خانم خلیلزاد من حیث یک زن افغان میپرسم، زنی هستم که ما هم یک قسمتی مصیبت ها را متحمل شدیم وقتی که ما در افغانستان بودم. وقتی که مجاهدین سالهای سال راکت های ساخت امریکا را بر ما استفاده میکردن و ما را میکشتن و نفرایی که امریکا اونا را به نام نمیدانم قهرمانای جهاد و اینا قلمداد میکردن، میامدن و زنای ما را زیر تجاوز قرار میدادن و ما را میکشتن، در اون وقت خانم خلیلزاد چی میگفت؟ چرا این دیوارای شهیر بر ما، این زمینه را بر ما مساعد ساخت که ما این دیوارهای شهیر داشته باشیم و حتی دیوارهای بسیار زخیمتر از او را؟ یعنی میفرمایید که این وضع رو خود آمریکا ایجاد کرده، با مسئولیت داره که این رو حل بکنه. مستقیما مسئولیت داره. به خاطر خانم خلیلزاد یا هر کسی دیگه که این ادعا رو میکنن، اینا باید دیده در نظر داشته باشن که اینا به اصطلاح امو منبع مصیبت بر ما آباد ساختن و حالا که این منبع مصیبت ما را نمیگذاره پیش بریم، اینا سر ما انتقاد میکنن. متوجه. خانم کروخی، به هر حال الان صحبت این هستش که این هیئت 250 نفره باید برن در مذاکرات باشن. حالا میدونیم که هولوحشش حرف و جنجال زیاد هست، فعلا در زمان ضبط این برنامه دست کم سفر به تعویق افتاده، 40 زن قرار است در میان اینها باشن. این زنان میدونید شما قرار هست چه بکنن؟ قرار هست با کی صحبت بکنن؟ آیا روشن هست که قرار هست که چگونه در این مذاکرات صلح نقش ایفا بکنن؟ تا جایی که ما از رسانه میشنویم و ما به جزئیات هم آگاهی کامل نداریم، اینا از بین خود تیم‌های تشکیل میشه و به نمایندگی از هر تیم در اینجا همو خطوط قرمز و همو اهداف مشخصی که مردم افغانستان و نهادهای مدنی احزاب سیاسی و حکومت افغانستان دارم، اونا رو با طالبان شریک میکنم و ای که باز در نتیجه چی مسائلی در قبال داره دیگه ما هم نمیدانیم، چون کمتر با ما مردم شریک شده. همو شورای عالی مثالی هم پشت دروازه های بسته تشکیل شده و هیئتی هم که تعیین شده، ما هیچ گونه روابط نداریم با اونا و هیچ گونه آگاهی هم نداریم و با هیچ کس هم شریک نشده و خود حکومت تعیین کرده و به نمایندگی هر کدومی که یا وابسته به حکومت هستم و یا وابسته به جریانات سیاسی هستم، اینا که با چی اهداف و آجنده میرم برای ما معلوم نیست. و یک نکته دیگه که من میخواهم برای اطمینان خاطر خواهران خوب بگم، او دوری که طالبان آمده بودم افغانستان در یک وضعیت بسیار بحرانی و جنگای داخلی کاملا ویران شده بود و هر گوشی افغانستان یک حکومت ملک و طوایفی بود، افغانستان کاملا به فراموشی سپرده شده بود، زن افغان و مرد افغان در اون وقت که هیچ چیز برای بقای خونه داشت. اما این وقت زمانی که تمام جهان در کنار ما است و سرمایه گذاری یای هنگفتی به سرما شده و زن افغان هم شکر با آنقدر ظرفیت و توانمندی رسیده که میتونه با قوت و با توانمندی از خود دفاع کنه، خیلی قابل تشویش و نگرانی نیست. این زن افغان زن 20 سال 25 سال پیش نیست،
که تومه هر کس بشه و طالب بیای دروازه مکاتب بسته کنه و برای ما جور و جفا بکنه. مطمئن هستم که جامعه جهانی نمیگذاره خود زنای افغانستان با تمام قوت و شهامت به پا استاده میشم و از حق و حقوق خوش شجاعانه دفاع میکنم و مطمئن هستم ما اون زنای نیستیم که از یک گفته خانم خلیلزاد ما بترسیم. ما 40 سال در سنگر گرم و سرد مبارزه قربانی دادیم، استادگی کردیم، مقاومت کردیم. این تا 4 تا طالب نمیتونه که بیای تمام امتیازات و زحمت کشی های چندین سالی ما. خانم کروخی، موضوع جالبی رو اشاره کردید با توجه به اینکه حالا من قسمت دوم برنامه‌مون در مورد مسئله زنان ایران هست برای مبارزه با حجاب اجباری تا چند دقیقه دیگه در موردش صحبت میکنیم. شما به زندگی زنان ایران نگاه کردید؟ اونها هم فکر میکردن که خیلی پیشرفت کردن در سال 57 وقتی که حجاب بعد از انقلاب اسلامی اجباری شد. بسیاری از اونها باور نمیکردن که کار به اونجا برسه. میپذیرم که زنان ایران به هر حال وضعیت متفاوتی دارن، الان هم در بسیاری از فعالیت‌های عمده جامعه شرکت دارن، جایگاه خاصی دارن، اما به هر حال زنان ایران مجبورن الان حجاب اجباری داشته باشن، بسیاری از حقوقی که میخوان رو ندارن. فعالیت زنان ایران رو من دنبال میکنم. کسی هستم که از زندانی بودن نسرین ستوده هر لحظه من رنگ میبرم و به او تحسین میکنم، میپذیرم، اما ساختار جامعه افغانستان با ساختار جامعه ایران کاملا متفاوت است. اونا یک قانون خاص خود دارم، اونا نگاه مذهبی دارم، اونا اما جامعه افغانستان من میخواستم این رو در واقع از شما بپرسم. آیا این که شما میگید که زنان افغان در 25 سال پیش متفاوت بودن، الان زنان دیگری هستند و میتونن از حق خودشون دفاع کنن، من میخواستم مقایسه بکنم با کشور همسایه. اونها هم فکر میکردن نسبت به مثلا 25 سال قبلش خیلی پیشرفت کردن، میتونن حق حقوق خودشون رو حفظ بکنن، ولی شرایط به گونه دیگری پیشرفت. شما نگران این نیستید که شرایط بعد از صلح با طالبان به گونه پیش بره که مجبور به عقب نشینی بشید؟ شما ببینیم چون جامعه افغانستان ارتباطات تنگاتنگی با جامعه جهانی داره، تمام جهان به کنار ما هست، از بد و تشکیل کنفرانس بن اول تا همین لحظه گام به گام ما به همکاری و حمایت کشورهای خارجی پیش میریم. جمهوری اسلامی ایران با تمام کشورها قطع رابطه کرده، از جامعه جهانی کاملا ببریده. من مطمئن هستم که ما به حمایت و همکاری جامعه جهانی که با ما هزینه های هنگفت در اینجا سرمایه گذاری کردن، مطمئن هستیم که صلح هم که بشه با تمام همین دستاوردهای چندین ساله ما با حفظ از او به کنار ما هستم تا زمانی که زن افغان به سر پای خود میسته. ممنونم خانم کروخی. خانم ثاقب، بذارید همین بحث رو ادامه بدیم، چون به نظر میاد که خانم کروخی خیلی اعتماد به نفس دارن در مورد وضعیت زنان افغانستان، اما از طرف دیگه میگن به خاطر اینکه خارجی ها اینجا سرمایه گذاری کردند و اینها، از یه طرف دیگه میگن که ما نیازمند کمک اونها نیستیم، میتونیم خودمون رو پای خودمون بایستیم. به نظر من اینجا یه تناقضی هست. آیا شما با این حرف ها موافق هستید؟ جامعه جهانی اگر باشد یا نباشد، ما باید، یعنی افغانستان روی کره زمین هست، فعلا در نقشه هست و زندگی جریان داره، و ما اندازه مبارزه هم برای زندگی بهتر جریان خواهد داشت. تمام مسئله ایست که این مبارزه چقدر سخت‌تر خواهد شد، چقدر نفسگیرتر خواهد شد، شرایط چقدر برای ما تنگ‌تر خواهد شد. ما شاید هیچ وقت عقب نشینیم و مبارزه را رها نکنیم، ولی این که تا کی هم میتونیم به اصطلاح این مبارزه را با همین قدرت و شدت و حدت و توان ادامه بدیم مهم است. موضوع دیگه‌ای هم که می‌خواستم اشاره بکنم ایست که مبارزه زنان در چند سال اخیر میتونم بگویم که کمی داره نهادی نمیشه، هنوز خیلی جوان است. از نگاه مؤسساتی میگم، تأسیساتی میگم، به عنوان یک حرکت اجتماعی ریشه‌دار، یک حرکتی هستش که نیاز به حمایت بیشتر داره که خانم کروخیل گفتن. از اون نگاه اگر کسان یا شخصیت ها و چهره های مبارز عقب بنشینن، باید مطمئن شیم که این حرکت تداوم پیدا میکنه و صرفا با عقب نشینی شخصیت ها و چهره ها این مبارزات متوقف
منصرف نمیشه. و ما چیز دیگه یا نگرانی دیگه هم که داریم به نظر ما و باور ما ایست که چیزی را که ما از او رنج میبریم امی عدم وجود معلومات یا بی برنامگی هایی هستش که در برنامه صلح هست. ما دولت افغانستان به سمت صلح میریم بدون اینکه آمادگی های این سفر را داشته باشیم. همون طرف هم از طرف طالب هم من فکر میکنم کمی نامنظمی ها دیده میشه، به خاطر که در مورد همین سفر قطر برای مثال اگر شرایط و برنامه این مذاکره و این گفتگو از قبل مشخص می بود و دولت افغانستان از او آگاه می بود یا جانب افغانی درون افغانستان از او آگاه می بود، امروز این سفر با تعلیق نمی افتاد. نشان می ده که این بی برنامگی ها در پروسه صلح افغانستان بسیار عمیق است و این می تانه این برنامه را با اشکال مواجه بکنه. خانم زهین، این بی برنامگی ها هست. بحث دیگر همون مسئله عمده این هست که آیا زنان افغان رو به نوعی تونستن بیارن در این مذاکرات و واقعا نظر اونها رو بخوان. شما چطور میبینید؟ آیا فکر میکنید که مثلا 40 نفر که برند اونجا و از طرف زنان افغانستان بخشی از اونها بخوان مذاکره بکنن، میتونن پاسخگوی نیاز جامعه افغانستان باشن، پاسخگوی نیمی از جامعه افغانستان باشن؟ تصادف نمی صبح ما با بعضی از دوستایم که در افغانستان بودن بحث داشتیم و در خود افغانستان امروز در طی چند روز آخر تظاهراتی بوده، ناخشنودی هایی بوده و به این نظر هستند که زنایی که کاندید شدن که برن باید در این مجلس اشتراک کنن اصلا نمایندگی بسیاری اقشار جامعه را نمی کنن. بسیاری کسا را هم شنیدم، بعض خانمای بسیار مطرح افغانستان خودداری کردن که برن پشت میز بشینن، به خاطر از اینکه اونا فکر میکنن که یک بعضی گروپ های یا بعضی اقشار افغانستان اصلا از طرف زنا نمیتونه نمایندگی اقشار بکنن، به خاطر زمی هم و چانزنی های پشت پرده هم در جریان است که کی باید بره کی باید نره. یک چیز باید ما در نظر داشته باشیم که زنای ما، وقتی ما میگیم زنا باید برن پشت میز بنشینن، زنای ما هم در طول سالهای جنگ متاثر شدن از تمام این ذهنیت ها و سیاست ها و این محیط که فعلا ما هستیم. ما زن را میشناسم که در همین پروسه، در جریان همین پروسه یک آدم بسیار مطرح بوده، ولی این زن بسیار به احتمال بسیار قوی تاثیرپذیر محیط بوده فامیلش بوده که اینا خودشان جنگ سالار بودن. آیا این زن میتونه نمایندگی زنهایی را کنه که در جنگ همه چیز خود باختن؟ تا جایی که من میدانم این زن منفعت حاصل کرده در جریان جنگ و من فکر نمی کنم که اون نمایندگی او زنایی را کنن که کاملا همه چیز در زندگی خود باختن. خب دقیقا بحث این هستش که این مذاکره اگه قرار باشه صورت بگیره باید سر چی صورت بگیره. خانم ابراهیمی، من از شما میخوام بپرسم، اگر شما جلسه ای داشتید با این افرادی که قرار برن با طالبان در مورد حقوق زنان صحبت بکنن، میخواستید که در مورد چی صحبت بکنن، چی بخوان که حتما برقرار بمونه برای زن افغان؟ برای زن افغان هدفهایی که برایشان مهم هست، یعنی چیزایی که میخواین که برایشان ارزش قائل شوند، مثل اینکه همین چند وقت پیش من بسیار میترسم از اینکه دوباره اتفاق بیفته و فکر میکنم که باز هم اتفاق بیفته، اتفاقی که برای فرخوانده افتاد و ای که یک حرکت این شکلی دوباره صورت بگیره و مردم دوباره هم حرکت بزنن که بر یک خانم حمله ور شوند، حالا به هر دلیلی، موضوع نگران کننده ای است که آیا اینا به حرف این خانم ها گوش میکنن یا نمیکنن، برشان ارزش قائل میتن یا نمیتن. در می نشست روسیه که یکی از خانم های سرشناس رفته بودن کت جمع اشخاص سیاسی، اصلا به حرف از اون خانم گوش داده شد یا نشد؟ هیچ کس خانم حرفاش نشنید و هیچ کس نفهمید که چه اتفاقی بین از اینا افتاد، بغیر از اینکه آقایان گپ هایشان گفتن، سیاست مداران گپ هایشان گفتن و خلاص شد و رفت.
خیلی متشکرم از همه شما مهمانان این برنامه. این بحثی است که ما احتمالاً باید در ماها و هفته های آینده باز هم در موردش صحبت بکنیم. ممنونم که در این برنامه شرکت کردید. از دغدغه هاتون در مورد آینده زنان افغانستان گفتین. خانم ثاقب، خانم ابراهیمی، خانم کرخیخ و خانم زهین اینجا در استودیو. ممنونم از هر چهار نفر. سازمان عفو بین الملل درباره فشار بر فعالان مبارزه با حجاب اجباری و خانواده هایشان در ایران ابراز نگرانی کرده است. حکم زندان ویدام موحد نخستین دختر خیابان انقلاب صادر شده. نسرین ستوده که وکیل بعضی از دختران خیابان انقلاب بود با حکمی طولانی مواجه شد. یاسمن آریانی یکی دیگر از دختران به همراه مادرش بازداشت شدند و مسیح علی نژاد بنیانگذار کمپین مبارزه با حجاب اجباری در فضای مجازی میگوید مادرش را به خاطر او فراخواندند و بازجویی کردند. مسیح علی نژاد فعال مبارزه با حجاب اجباری از نیویورک با ماست. خوش آمد میگم به شما خانم علی نژاد. خانم علی نژاد، ممکن اول کمی در مورد این وضعیت به ما بگید که چه اتفاقاتی افتاده اخیراً؟ ببینید، فشارها بر فعالان مبارزه با حجاب اجباری در ایران افزایش پیدا کرد. همونطور که میدونید همه ما نگران بودیم اساساً ویدام موحد اولین دختر خیابان انقلاب چه اتفاقی براش افتاد که قوه قضاییه اعلام کرد او رو به یک سال زندان محکوم کردن به دلیل اینکه دست از مبارزش نکشید و دوباره رفت روی بلندای دیگری و به حجاب اجباری اعتراض کرد. در کنارش یاسمن آریانی هم بعد از اینکه از زندان آزاد شد دوباره فیلم‌های اعتراضیش رو به حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. به عنوان یکی از فعالان چهارشنبه سفید هم خودش و هم مادرش رفتن توی یک متروی و گل پخش کردند بین زنان با حجاب و اونها رو دعوت کردن به این که بیان و به حق انتخاب پوشش آدم‌ها احترام بگذارن. به این دلیل که در روزهای اخیر شما می‌بینین که آمران به معروف با خشونت برخورد می‌کنن با زنان، این دو عضو کمپین چهارشنبه سفید تصمیم گرفتن که صلح رو تکثیر بکنن و به خشونت نبگن، اما هر دوشون رو بازداشت کردن. یعنی مادر و دختر 23 سالش رو بازداشت کردن و تفهیم اتهام مادرش گواه این هست که حکمشون رو کشف حجاب و تبلیغ بی‌حجابی و ترویج فساد عنوان کردن. در کنارش مادر من هم بازجویی شد. مادر من رو پلیس امنیت بازجویی کرد. در واقع او رو صدا کردن و بهش گفتن که شما تلفن خارج از کشور داشتین. یعنی نشون میده که مکالمات خانواده ها شنود میشه و از او سوال کردن که چه کسی هست به شما تلفن میزنه، چرا شما ضد انقلاب حرف زدین. وقتی تلفنی به مادرم گفتن، مادرم حالش بد شد، نتونست ادامه بده مکالمه رو که پدرم گوشی رو برمیداره و متوجه میشه که مادرم باید بره و بازجویی بشه، تا اینکه تصمیم میگیرن مادرم موقعی که میخواد بره با آمادگی کامل میره، حتی مسواک و داروهاش رو برمیداره و اعلام میکنه که من آمادم حتی اگر خواستن بازداشت بکنن. به چه اتهامی با مادر شما چنین برخوردی میکنن؟ مادر شما چه کار کرده؟ شما چقدر مگه با مادرتون در مورد حجاب اجباری صحبت میکنین؟ اتفاقا خیلی سوال درستی پرسیدین. مادر من یک زن محجب است، به حجاب باور داره. مادر من در واقع با شبکه‌های اجتماعی هیچ گونه آشنایی نداره، هیچ فعالیت سیاسی نداره. یک پیرزن 70 ساله‌ای که در یک روستا زندگی میکنه، مریض هست، بیماری قلبی داره و یک انسان بی نهایت قابل احترامی که تمام ده برای او ارزش قائلن. اساساً با فعالیت‌های من هیچ ارتباطی نداره. و نکته که جالبه برام اینه که فشارهایی که به خانواده ها میارن دقیقاً یادآور فشار تمامی کشورهای تمامیت‌خواه و توتالیتر هست، مثل کره شمالی، از شوروی گرفته تا کره شمالی، که وقتی یکی از اعضای خانواده رو میخوان تحت فشار قرار بدن تمام خانواده او رو متهم میکنن. و الان در جمهوری اسلامی این اتفاق میفته. شما میبینید اخیراً وقتی یک خانواده شهیدی که میاد سخنرانی میکنه از درد دلش میگه که من دو فرزندم رو با دستهای خودم خاک کردم، همسرم شهید شده و ما جوان دادیم، شهید دادیم برای اینکه آرامش داشته باشیم، زندگی راحتی داشته باشیم. خانواده من هم خانواده‌ای هستن که مادر من فرزندانش همه رو در جبهه‌های جنگ داشت
پدر من رفته بود جنگ و هیچ کدومشون ضد انقلاب و ضد این حکومت حرف نزدن، ولی الان فشارهایی که تحمل میکنن حداقل به خودشون داره ثابت میکنه که تاوان آنچه که فرزندشون در واقع انجام میده رو خانواده‌ای باید پس بدن که اصلا به این حکومت نگفتن بالا چشمتون ابروه. بنابراین من فکر میکنم که همه اینها برای شکستن روابط عاطفی من با اونهاست، برای اینکه اونها رو متوقف بکنن که عشقشون رو از من دریغ بکنن. شما فکر میکنید چه اتفاقی افتاده که به نظر میرسه، یعنی اونطور که به هر فعالان حقوق بشر میگن، فشارها روی فعالان مبارزه با حجاب اجباری به نظر میرسه که بیشتر شده؟ من فکر کنم دلیلش واضحه، برای اینکه زنان شجاعتر شدن. ببینید فرناز، همین امروز و دیروز رو نگاه بکنید، وقتی که یاسمن آریانی رو بازداشت کردن، وقتی مادرش رو بازداشت کردن و خبرش همه جا منتشر شده، من فکر میکردم که متوقف میشه چهارشنبه سفید. من فکر میکردم دیگه زنان نمیان ویدیو بفرستن، از صورت خودشون فیلم بگیرن و اعتراض بکنن. وقتی ویدا موحد رو دوباره بازداشت کردن و اعلام کردن که حکمش 1 سال زندانه، من واقعا فکر میکردم دیروز دیگه چهارشنبه سفید کسی فیلم نمیفرسته. ولی چه اتفاقی افتاد؟ نه تنها فیلم ها شجاعانه تر شد، بلکه همین امروز فیلمی که منتشر شده در شبکه های اجتماعی رو ببینید، دختری در برابر یک روحانی میسته، دوربینش رو مثل اسلحه‌اش بالا میبره و به اون میگه حجاب من به تو ربطی نداره. گمان من بر این هست که شجاع شدن زنان و بلند شدن صدای ناراضیان حکومت رو ترسونده و با ایجاد رعب و وحشت میخواد اونها رو ساکت بکنه. ببینید یه چیز رو بخوام واقعیت رو بگم، رو خود من هم یه تأثیری داشت میذاشت و حکومت ناآگاه نیست، مسئولان ما ناآگاه نیستن. مثلا من وقتی که خبر مادرم رو شنیدم، خب دفعه اول شوک با من وارد شد، تمام بدنم لرزید، ولی واکنش دومم ترس بود. دو تصمیمات دیگه هم داشت تاثیر میذاشت. من دعوت شده بودم توی کنفرانسی با هیلاری کلینتون و اوپرا برم سخنرانی بکنم در کنفرانس زنان در جهان. اولین تأثیری که این اتفاق داشت این بود که من فکر کردم من باید کنسل بکنم و واقعا من ایمیل زدم کنسل بکنم سخنرانیمو، چون فکر میکردم دفعه قبل به خاطر دیدار با پامپئو که من رفتم علیه تحریم حرف زدم، علیه ترافل بن حرف زدم، این همه به من فشار آوردن، من حالا برم کنار هیلاری کلینتون سخنرانی بکنم، کنار اوپرا سخنرانی بکنم، اینا چه بلایی میخوان سرم بیارن. میخواستم کنسل بکنم، ولی الگوی من ویدا موحده که اعتراضش رو تعطیل نکرد، الگوی من یاسمن آریانیه که بعد از آزاد شدن اعتراضش رو تعطیل نکرد. بنابراین من فکر کنم حکومت داره از تداوم اعتراض زنان میترسه و فشارش رو روی مادر 70 ساله من میاره، فشارش رو روی فعالان معترض میاره، فشارش رو روی وکلا میاره تا اونها رو ساکت بکنه، کما اینکه نتیجه هم نداره. خانم علی نژاد، بذارید یک انتقاداتی که به شما مطرح میشه رو ازتون بپرسم. مثلا شما خودتون اشاره کردید به این بحث پومپئو. بسیار از منتقدان شما میگن که شما با مخلوط کردن قضیه حجاب اجباری با مسئله که برای حکومت ایران خیلی ترسناک امنیتی هست، پیچیده است، مسئله روابط با آمریکا و این ماجرایی که الان داره، باعث شدید که فشارها روی فعالان مدنی بیشتر بشه. پاسخ شما چی هست؟ سوال خیلی درستی پرسیدین و ممنونم که به من این فرصت رو میدین که در واقع دفاع بکنم از خودم، چون بارها دیدم در بی بی سی مهمانان شما این نکات رو مطرح کردن. دغدغه‌های به جایی هم هست. ببینید، حجاب رو من سیاسی نکردم، حجاب رو جمهوری اسلامی سیاسی کرد و تا مادامی که سیاست در دین، در سیاست و در حریم شخصی آدم‌ها دخالت میکنه، موضوع حجاب یک موضوع سیاسی هست. در مورد روابط با کشورهای دیگه هم ببینید، وقتی که نرگس محمدی با کاترین اشتون دیدار کرده بود، همین انتقادات به او شد که این گونه دیدارها ممکنه فشار بیاره به بقیه فعالان مدنی، در حالی که اینطور نیست. ما نمیتونیم وقتی که قضاوت منصفانه و دادرسی عادلانه در کشورمون وجود نداره در انزوا بمونیم و حرفی نزنیم. این یک. دوم، من برام خیلی ارزشمنده که الان وقتی که زنان ایرانی شجاع شدن، تغییر کردن و اعتراضشون فراتر از حجاب رفت، همگام با اونها من همین صدا رو پررنگتر بکنم. شما نگاه بکنید، وقتی شیما بابایی توی ایران بود به عنوان یک عضو چهارشنبه سفید، در صفحه خودش علنی می نوشت براندازم. وقتی که یاسمن آریانی در ایران داره اعتراض میکنه، خب میاد میگه من حقوق مدنی خودم رو میخوام، به گرانی اعتراض میکنه. بنابراین چند تا تفکر متفاوت در یک جنبش وجود داره که باید همه رو به رسمیت شناخت، چه او که میگه من براندازم، چه او که میگه من حق خودم رو میخوام. متوجه. و دیدار کردن با مقامات کشورهای دیگه ابزاری هست که میتونه یک حکومتی که
که تا بن دندان مسلح هست، برای یک وکیل حکم شلاق میبره، برای یک زنی که گل پخش کرده و اساسا کار سیاسی هم نکرده الان تو یک فضای نامعلومی او رو نگه میداره تا به خانوادهش فشار بیاره، ما باید از نهادهای بین المللی دعوت بکنیم تا این صدا رو به رسمیت بشناسن، با حفظ پرنسیپ های خودمون، با حفظ اصول خودمون، و اینکه تاکید بکنیم فشار باید بر جمهوری اسلامی باشه و نه بر مردم ایران. شما یک جمله ای رو به عنوان شعار کمپین هاتون گذاشتید و این الان حتی از طرف محافظه‌کاران مخالف شما استفاده میشه برای مسخره کردن کمپین شما، اینکه دوربین من، اسلحه من، و بعضی از اونها میگن که این راهی شده برای که افرادی بیان از این دور فیلم ها بگیرن و بعد برن از این طریق خارج از ایران مثلا پناهندگی بگیرن. این ادعایی هست که اونها مطرح میکنن، مخالفان شما. پاسخ شما به اونها چی هست؟ پاسخ هم خیلی واضحه. ببینید ما چه کشوری داریم که یک انسان باید به درجه‌ای برسه که دل از جایی که درش بزرگ شده، خاطره داره، خانواده داره، حس داره و رابطه عمیق قلبی داره بکنه و ایران رو ترک بکنه. این لکه ننگ و شرمیه بر پیشانی حکومت ما. من نباید پاسخگو باشم که چرا صدف خادم الان به عنوان یک قهرمانی که لباس ایران بر تن کرده و در فرانسه مدال آورده، قهرمان شده، یک مشتزن و بوکسوری که باید ما رو چشم نگرش داریم، الان چه اتفاقی افتاد؟ گفتم من به ایران بر نمیگردم، ایران رو ترک کرده. کسی که یک حاشیه حتی امنیتی میتونه داشته باشه، چرا؟ چون نامش بزرگ شده و در جهان درخشیده. تا چه برسه که یک زنی که معترض به حجاب اجباریه دو بار بره زندان، سه بار بره زندان، تا ابد و تا آخر باید در ایران بمونه و هزینه بده برای چی؟ کما اینکه همین الان هم کسانی مثل یاسمن آریانی که امکان ترک ایران داشتن، کسانی مثل ویدا موحد که امکان ترک ایران رو داشتن، موندن در ایران و دارن مبارزه میکنن. بنابراین این یک ابزاری هست برای تحقیر انسانهایی که مبارزه میکنن و برای اتفاقا قرار دادن اپوزیسیون در مقابل یکدیگه، قرار دادن فعالان در مقابل یکدیگه تا به همدیگه زخم زبان بزنن. به نظرم در این دام نباید بیافتیم. اما دوربین ما، اسلحه ما، در فضایی که ما 40 سال به نام امر به معروف به تک تک افراد افراطی مذهبی اجازه دادیم به نام قانون تا ایجاد مزاحمت بکنن برای زنان، من افتخار میکنم که از یک ابزار مسالمت آمیزی به اسم دوربین استفاده کردم تا زنان این قدرت رو پیدا بکنن، تا در برابر 40 سال خشونت محض بیان و به مسالمت آمیزترین شکل ممکن نبگن. شما در تک تک دوربین ها، ویدیوهایی که منتشر میشه از زنان ایرانی، احساس غرور میکنید وقتی میبینید یک زن ایرانی میسته بدون اینکه خشونتی داشته باشه به هر کسی که مزاحم او میشه، میگه این حق منه و شما اجازه نداری که در حق طبیعی من دخالت بکنی، در حالی که 40 سال به نام امر به معروف زن ایرانی رو تحقیر کردن، قربانی کردن. الان هر زن با استفاده از یک دوربین تبدیل شده به یک رهبر، تبدیل شده به یک قهرمان و در برابر قوانین واپسگرا مقاومت میکنه و نیسته. خانم علی نجات، به عنوان سوال آخر، وقت کمی هم داریم، این همه به هر حال هزینه است، اینکه شما بشینید در کیلومترها اون طرفتر ببینید که مادرتون باید بره پاسخگو باشه برای چیزی که بهش ربطی نداره، خانواده های تحت فشار باشن، آیا این میارزید؟ این هزینه ها، این وضعیتی که الان هست میارزید به این تلاشی که شما کردید؟ من فکر میکنم که حکومت همین رو میخواد، که ما رو دچار عذاب وجدانی بکنه که مسئولیتش با ما نیست. بله میارزه. مادر من فرقی با مادر ستار بهشتی نداره، مادر من فرقی با مادر یاسمن آریانی نداره، مادر من یک مادر روستاییه که به من یاد داده در برابر ظلم، در برابر تحقیر، در برابر زور سرم رو بگیرم بالا بیستم. من توی خانواده خیلی فقیری بزرگ شدم که ما حتی توی خونمون برق و آب و دستشویی نداشتیم. اون موقعی که من بعد میرفتم ته باغ توی تاریکی از دستشویی استفاده میکردم، مادرم به من یاد داد که از تاریکی نترس، منتظر نباش برادرت تو رو ببره، خودت بیست روی پاهای خودت، برای اینکه بر تاریکی غلبه بکنی چشمات رو باز بکن. من اینو از مادرم یاد گرفتم. درسته که مادرم زخمی میشه، درسته که پدر من زخمی میشه، ولی من یاد گرفتم در برابر ظلم سرخم نکنم. کما اینکه الان شما میبینید که کسانی که توی زندان هم هستن بچه هاشون بیرون زندان هستن، کسانی که یاسمن آریانی مادرش باید یک اسطوره و الگو باشه برای مادران ایرانی، به جای اینکه پشت دخترش خالی بکنه رفت شانه به شانه دخترش ایستاد و مبارزه کرد، داره هزینه میده. انگشت اتهام و اشاره ما باید به سمت حکومتی باشه که به اسم اینکه ما برای خانواده ارزش قائل میشیم خانواده ها رو اینطوری زخمی میکنن.
متشکرم. مسیح علی نژاد، فعال حقوق زنان و مبارزه با حجاب اجباری، متشکرم که در این برنامه حاضر شدید و ممنونم از شما که در این برنامه همراه ما بودید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش.